سوال مهم، آیا ممکنه برای یک نفر حقیقت چند چیز مختلف باشه؟ یعنی همین اعتقادی که الان داره درست باشه و حق باشه و هم اعتقاد دیگه‌ای که نداره و با این اعتقاد الانش در تضاده اونم درست باشه و حق باشه؟ اکثر مردم دنیا میگن بدیهیه که حق یکتاست، یعنی نمیشه که الان هم روز باشه هم شب باشه تو همین مکان، یا نه روز باشه و نه شب باشه. اگه اینطوری بود که هیچ رفتاری شکل نمیگرفت. کسی که داره از شدت غصه گریه میکنه چرا داره این کار انجام میده؟ چون یک اعتقادی داره که الان مثلا یک ضرری به من رسیده و از این ضرر ناراحت داره گریه میکنه. اگر همزمان اعتقاد داشته باشه که هم ضرر بهش زده شده و هم ضرر بهش زده نشده، خب برای چی گریه بکنه؟ رفتار شکل نمیگیره. خب از اون طرف هم اعتقاد داره که ضرری بهش نرسیده دیگه. اگر اعتقاد برعکس بشه رفتار کاملا برعکس میشه. این کاملا بدیهیه. متاسفانه برخی از مردم بعد از اینکه در برهان شکست میخورن متوسل به نسبیگرایی میشن. میگن که بله این حرف شما درسته. چرا میگه حرف شما درسته؟ خب چون شما برهان آوردی، اون شکست خورده در برهان. اعتراف میکنه میگه بله حرف شما درسته، ولی حرف منم درسته. آقا چجوری میشه؟ حرف من که با حرف شما در تناقضه. میگه نه، حقیقت نسبیه. برای شما اون درسته، برای من این درسته. آقا یک کلام، با اینجور افراد به هیچ وجه نمیشه بحث کرد، چون اینا اصل و زیربنای تفکر رو دارن انکار میکنن. با اینجور افراد باید چی کار بکنیم؟ فقط میشه یکم به اینا توضیح داد. چی بگیم؟ بگیم آقا این جمله رو شما اعتقاد داری که حرف من حقه؟ میاره. میگه این جمله خودت هم که برخلاف حرف منه، اینم اعتقاد داری که درسته؟ میگه بله. میگیم عزیزم شما الان توی اعتقادات خودت تعارض وجود داره. شما همزمان داری به دوتا گزاره متناقض تصدیق میکنی. اینو چی کار میتونی بکنی؟ شما در تفکرات خودت منسجم نیستی. یک انسان نمیتونه همزمان به دوتا گزاره متناقض حکم کنه. معنی نسبیگرایی در حقیقت این چیزی نیست که شما میگی. شاید اونا شروع کنن چند تا مثال برای شما بزنن. مثلا میگه ببین من چاقم و تو لاغر، من باید کم غذا بخورم تو باید زیاد غذا بخوری، پس حقیقت نسبیه، یعنی رفتار من با رفتار تو باید تفاوت داشته باشه. واقعا من متاسفم از اینکه آموزه‌های منطقی مردم اینقدر ضعیفه. آخه دوست عزیز، من دارم راجع به دو تا گزاره متناقض صحبت میکنم. اینکه تو غذا کم بخوری من زیاد بخورم چه تعارضی با هم داره؟ یعنی 8 شرط داره دو تا گزاره با هم تناقض داشته باشن. من دارم سر حقیقت صحبت میکنم. میخوام ببینم کره زمین گرده یا صافه. میخوام ببینم خدا هست یا نه. یه لحظه خوب دقت کنید. میخوام یه چیزی بگم شاید یکم گیج بشید. ممکنه یک نفر توی جهان باشه که به گزاره نقیض گزاره من اعتقاد داشته باشه، ولی چون این گزاره با گزاره‌های درون ذهن خودش تعارضی نداره، ذهنش هیچ هوشداری نمیده و داره راحت زندگیشو میکنه. بله این ممکنه. چرا؟ چون داده‌های ذهنش منسجمه با هم دیگه. ولی حقیقت اینه که از بین این دوتا گزاره متناقض که یکیش توی ذهن اونه یکیش توی ذهن منه، فقط یکیش درسته ها. اگر ما بیایم کنار هم با هم بحث بکنیم، داده‌های خودمون رو به اشتراک بگذاریم، دیگه هیچ کدوممون نمیتونیم راحت و منسجم بشینیم استراحت بکنیم. ذهن هر دوتامون شروع میکنه به هشدار دادن. اینجا دیگه اگه اون فرد بیاد و بگه من هم گزاره خودم رو قبول دارم هم گزاره شما رو قبول دارم، معلومه که ساختار ذهنش ایراد داره. ساختار ذهن متعارف انسانی نیست، اصلا نمیشه باهاش بحث کرد. یه نکته خیلی ظریف هم بگم این بس تموم بشه. خوب دقت کنید، آیا ممکنه ما یه رباتی بسازیم که ذهنش نسبت به دوتا گزاره نقیض هشدار نده؟ یا اینکه یک انسانی پیدا بکنیم که همزمان دوتا گزاره نقیض رو بتونه تصدیق بکنه؟ بله میشه. مثلا همین بعضی از این آدمایی که مردم بهشون میگن دیوانه، اینا شاید ممکن اینجوری باشن، یعنی دوتا گزاره نقیض رو همزمان میگه آره این هست، بعد میگه نه این نیست، هیچ مشکلی هم نداشته باشه با این حرکت. خب اونا میگن ببین چون چنین شخصی وجود داره ثابت میکنه که حقیقت نسبیه. جواب اینه که به هیچ وجه. اینکه یک نفر ذهنش بتونه همزمان دوتا گزاره نقیض حکم بکنه دلیل نمیشه که حقیقت همزمان دوتا چیز باشه. حقیقت یکتاست، ولی ذهن این فرد آینه مناسبی از حقیقت نیست. به هر حال اگه تعریف خدا واضح و دقیق باشه،
که به زودی ما توی فصل تعریف خدا این کار رو با هم انجام میدیم. خدا یا باید وجود داشته باشه و یا نباید وجود داشته باشه و هیچ توجیهی قابل قبول نیست. این که بعضی هم میگن آقا این اصلا مطلب مهمی نیست، حالا چه باشه چه نباشه، یا این که بعضی بگن ما اصلا نمیتونیم اینو بفهمیم، علم ما بهش راه نداره، نمیفهمیم که واقعا هست یا نه، اینا یک حرفای دیگه ایه. حرف ما اینه قطعا یا هست یا چنین چیزی در جهان وجود نداره. ما به هیچ وجه هیچ نوع نسبیگرایی را قبول نداریم، نسبیگرایی در حقیقت رو ما قبول نداریم. و به نظر میرسه این حرفا رو درست کردن که زیر بار حقیقت نرن، هر وقت توی مناظره شکست خوردن یه چیزی بگن که حرف حق رو قبول نکنن.